سلام دوستان، به کانال ایرانیان تیوی خوش اومدید. امروز قصد دارم 10 کاری رو به شما کوشزد کنم که هرگز نباید اونها رو در تایلند انجام بدید. مورد اول، راهبان رو به آغوش نکشید. در تایلند معابد زیادی وجود دارد، زیرا اغلب مردمان این کشور پیرو مذهب بودایی هستند. به همین دلیل راهبان زیادی هم در این سرزمین زندگی می کنند. راهب ها در تایلند از ارج و قرب والایی برخوردار هستند، بنابراین بغل کردن و به آغوش کشیدن آنها امری ممنوع به حساب می آید. مورد دوم، کفش هایتان را در بیاورید. اگر به کفش های مردمان ساکن در تایلند دقت کنید، متوجه می شوید که اغلب آنها صندل و دمپایی های سبک به پا دارند. دلیل این نوع پاپوشش فقط احترام است. به عبارت دیگر، شما برای وارد شدن به معابد، خانه ها و حتی برخی از فروشگاه ها باید کفشتان را در بیاورید و اگر با کفش وارد شوید، این کار بی احترامی به حضار محسوب می شود. مورد سوم، به هیچ وجه از پاهایتان استفاده نکنید. در زندگی روزمره پیش می آید که گاهی وقتی خسته هستیم با پا به چیزی اشاره کنیم. این کار در تایلند یک اشتباه نابخشودنی و فاحش به حساب می آید. ساکنان تایلند پا را کثیف و آلوده ترین قسمت بدن می دانند و به همین دلیل اشاره کردن با پا کاری بسیار زشت و زننده است. مورد چهارم، به خاندان سلطنتی بی احترامی نکنید. خاندان سلطنتی تایلند به شدت در میان مردم محبوب و مورد اعتماد است. تا اندازه‌ای که اگر در روزهای بزرگ داشته پادشاه تایلند وارد هر یک از شهرهای این کشور شوید، به وضوح شادی تایلندی ها را ملاحظه خواهید کرد. شما به هر شکلی به خاندان سلطنتی بی احترامی کنید، مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت. مورد پنجم، لباس پوشیده استفاده کنید. تایلند کشوری گرمسیر است و در سفر اغلب شاهد تابش و مستقیم خورشید هستید. از محبوب ترین تفریحات هم آفتاب گرفتن در کنار سواحل زیبا و خیره کننده تایلند است. در این مواقع توریست های زیادی لباس هایشان را در می آورند و از لباس های بسیار کمی استفاده می کنند. در این مواقع باید بدانید که از نظر مردمان محلی این کار بی احترامی به حساب می آید و آنها دوست دارند که گردشگران لباس های تقریبا پوشیده استفاده کنند. مورد ششم، با انگشت دست اشاره نکنید. یادتان باشد که در هنگام تاکسی گرفتن، صدا کردن گارسون در رستوران ها و موقعیت های این چنینی از انگشت دستتان برای اشاره استفاده نکنید. در این وضعیت بهتر است دست خود را به صورتی که کف دستتان به سمت پایین و انگشتانتان کاملا بسته است تکان دهید. زیرا در تایلند اشاره با انگشت دست و سوت زدن برای فراخواندن یک نفر به این معناست که شما او را مانند یک سگ بی ارزش فرض کرده اید و این کار یک عمل کاملا بی شرمانه به حساب می آید. مورد هفتم، سر یک تایلندی را لمس نکنید. یک قانون نانوشته در تایلند وجود دارد. سر یک تایلندی برای لمس کردن نیست. خوب است بدانید که ناز کردن و لمس سر یک تایلندی کار زشتی به حساب می آید و این عضو به عنوان بالاترین قسمت بدن یک فرد مهم و دارای احترام است. حتی اگر اتفاقی هم دستتان به سر فرد تایلندی خورد، به سرعت عذرخواهی کنید و حواستان باشد وقتی در این کشور دست روی سر یک کودک می کشید و او با چهره درهم به شما نگاه می کند، دلیل کارش خجالت نیست، بلکه این کار را دوست ندارد. مورد هشتم، تصویر بودا را از تایلند بیرون نبرید. در جای جای کشور تایلند مجسمه های گوناگونی را از بودا مشاهده خواهید کرد. گرفتن عکس با این مجسمه ها از تفریحات مورد علاقه گردشگران می باشد. اما اغلب نمی دانند که خارج کردن تصاویر بودا از تایلند غیر قانونی است و نباید این عکس ها را از کشور خارج کنند. برای این کار لازم است مجوز تهیه نمایید. مورد نهم، خونسرد باشید. با اینکه آب و هوای تایلند در اغلب فصول سال گرم است و این موضوع باعث عصبانی شدن افراد و از دست دادن تعادل روحیشان و به عبارتی کلافه شدنشان می شود، اما اگر دقت کنید مردمان این دیار همیشه خونسرد هستند و لبخندی هم بر لب دارند،
زیرا عصبانی شدن و فریاد کشیدن در این کشور کاری بی‌ادبانه به حساب می آید. البته تصور نکنید که در تایلند هیچ فرد عصبانی را نخواهید دید، اما عمده مردم شاد هستند و کسی فریاد نمی کشد. شعار آنها این است که هرگز ناامید نشو. و اما مورد آخر، با چنگال غذا نخورید. در کشور تایلند عمده مردم در ناهارخوری های عمومی به صرف غذا می پردازند و میلیون ها رستوران با قیمت های مختلف در این سرزمین در حال فعالیت هستند. شما با صرف هزینه های گوناگون می توانید انواع خوراکی های لذیذ را نوش جان کنید. به هر رستورانی که مراجعه نمایید برای صرف غذا به شما یک قاشق و یک چنگال داده می شود. تا اینجا همه چیز مثل دیگر نقاط جهان است، اما در حال غذا خوردن اگر کمی دقیق تر شوید متوجه خواهید شد که هیچ کس با چنگال غذا نمی خورد و از آن فقط برای هدایت غذا به داخل قاشق استفاده می کند. داستان از این قرار است که در تایلند اعتقاد بر این است که چنگال نباید دهان را لمس کند و فقط قاشق باید وارد دهان شود و اگر کسی به چنگال غذا بخورد به حاضران بی احترامی کرده است. ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید.